بسم الله الرحمن الرحيم لسر درود قرطبي مسلما بياتل كشغر او پرغاني مسلما زوق د تکبير او د اعزان دي سشو ها پروني زرين دوران دي سشو لسر درود قرطبي مسلما بياتل كشغر او پرغاني مسلما زوق د تکبیر او د اعزان دي سشو ها پروني زرين دوران دي سشو ها غصدق صدق یاران یادوم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو بین لگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خرسند هستیم که با تقدیم نمودن برنامه دیگری از سیاست اسلامی در خدمت شما قرار داریم. در برنامه های قبلی راجع به ارتباط اسلام با سیاست و رد شبهات صحبت شد. در این برنامه ای که دیگری از اندیشه های فکری غربی که برای مسلمان ها آوردن و بالای مردم خود تطبیق کرده اند صحبت میکنیم. وی است که استعمارگران میگوید که طبقات مذهبی متفاوت است، یعنی در جهان شیطان پرست، مهتاب پرست، هندو، مسلمان، یهود، نصرانی و امثال هم ادیان بیشتر یا زیادی وجود دارد. بنابراین به خاطر ازی سیاست نباید شکل و شیوه دینی داشته باشد، به خاطر ازی که او تکر با ادیان در میان میاد. بنابراین به خاطر ازی باید یک نظامی با وجود بیاد که فراگیر و غیر دینی باشه، یعنی چیزی باشه که با ادیان در تضاد نباشه و ادیان کنار بگذاره و سیاست یک چیز، یک پدیده خاص دیگه باشه، یعنی دین جدا و سیاست جدا باشد. ولی در اسلام چنین چیزی وجود ندارد، زیرا دین اسلام فراگیر است و در تحت ازی چنانی که الله جل میگه لا اکراه فی دین، بعد ازی که قانون اسلامی تطبیق شد و نظام اسلامی حاکم شد، در تحت آن ادیان و مردمایی که به ادیان دیگر است میتونن به عبادات خود ادامه بدهند. به خاطر تشریح بیشتر از این موضوع از جناب استاد میخواهیم تا به این مسئله روشنی بیان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب این شبهه که دشمنای اسلام یا استعمارگرا میگن که طبقات مذهبی متفاوت است، حکومت دینی قابل تطبیق نیست، بلکه حکومت باید فراگیر و غیر دینی باشه، این شبهه از اینا را این قسم اسلام پاسخ میده که اول طبقاتی که در یک جامعه زندگی میکنن یا اهل ادیان مختلف هستن، مثلا در طول تاریخ بسیار عادت شده که وقتی که دولت اسلامی یا خلافت اسلامی در مناطق مختلف بودن، پیروان ادیان دیگه به اساس قانونی که در اسلام است که به مثلا یک یهودی که تحت دایره خلافت اسلامی زندگی میکنه و یا یک نصرانی که تحت دایره خلافت اسلامی زندگی میکنه و یا یک هندو یا یک سیک یا یک غیر مسلمان دیگه که به کدام پیرو کدام دین دیگه هست در اینجا زندگی میکنه، بر از اونها حقوق و آزادی های دینیشان داده میشه و داده شده هست و تاریخی رو ثابت کرده و اما عزت و آبروی از اینا حفظ بوده، محفوظ بوده. و حتی شما اگر در افغانستان مثلا اینجا ببینین که در چندین قرنه که مثلا هندوها در افغانستان، ما یهود و نصارا نداریم، خب هندو داریم، اینال هندوهایی که در افغانستان هستن و یا سکهایی که در اینجا هستن نرمال زندگی خود همیشه کردن، حتی با اختلاف حکومت‌های مختلفی که هم آمده به اشکال مختلف، باز هم اونا هیچ کسی مثلا هیچ وقت اسلام نگفته یا یک مسلمان جرأت زیر نمی‌کنه که معبد از اونا رو خراب بکنه. و حتی همیشه شما در مشهد کابل بسیار منطقه رو سیل کردین، یک جای معبد است از هندوها و پالوی سکه مسجد است، او میره به معبد خود و این میره به مسجد و اونا هم اما حقوق آزادی‌های خود دارن، مثلا حق ملکیت، حق زندگی، حقوق انسانی خود تمامش دارن. به این خاطر در نظام اسلام و در تطبیق قانون اسلام هیچ وقت بر از اونا نقص و ضرر نیست و حتی در جنگ های صلیبی که از اروپا صلیبی ها آمدن تحت شعار صلیب به منطقه شرق در فلسطین و در شام در اینجا حمله کردن، بسیاری اوقات امون نصرانیه های شام امرای مسلمان ها یک جای شده به ضد متجاوزین صلیبی که وا تحت شعار صلیب آمده بودن یا می جنگ میکردن، میگفتن که وا متجاوز هستن، وا طغیانگر هستن، وا مردم های ظالم هستن، وا مردم های بیدین هستن، ما تحت دایره اسلام راحت تر هستیم نسبت به اینکه ظالم ها و مردم ها بیاین و وطن ما را. و حتی اگر
یادتان باشه در زمان جهاد بر علیه روس اوندوها بر مجاهدین همکاری میکردن، اوندوها بر مجاهدین کمک میکردن و میگفتن که به عوض قانون روس و استعمار روسی مسلمان ها که اینجا باشه یا وطندار ما هستن و یا اهل دین هستن و با ما عزت و احترام میکردن، از این خاطر اونا در پالیزوی استاد میشدن. آله برای یک نصرانی که واقعا متدین باشه یا برای یک یهودی که واقعا متدین باشه و یا برای یک هندوی که واقعا متدین باشه یا بودایی که واقعا متدین باشه کدامش بهتر است؟ نظامی که در اونجا اسلام است، در اونجا عفت است، پاکی هست، احکام الهی تطبیق میشه، چرا که مثلا مسئله ستر و حجاب و حرام بودن شراب و حرام بودن زنا و حرام بودن همجنسگرایی ای در بسیاری ادیان هست، یعنی در اکثر ادیان در بسیاری از مسائل با همچی هستن نزدیک هستن. به این خاطر وقتی که یک نظام اسلامی واقعی که در اونجا عزت و آبرو باشه او خوبتر است، و یا در یک نظام سیکولاری که در اونجا تمام فسادها و تمام گناهها و تمام بدبختیها در اونجا باشه، پس در قسمت ادیان ای دلیلشان غلط است و از بین میره و خلاص میشه. یکی ایست که مثلا در سوال یک چیز دیگه پیدا میشه، میگه مثلا وقتی که اونا مثلا بجازده های ردار مثلا این تو شراب میخوره یا مثلا یک نصرانی یک دین دیگه شراب میخوره، لیکن در نظام اسلامی در قانون اسلامی شراب حرام است، بنابراین در اینجا آیا برای وضو اجازه ای است که شراب بخوره؟ بله، به خاطر از این که در کتاب های فقهی اسلامی اگر شما مطالعه بکنین و کسایی که اعتراض میکنن اگر کتاب های فقهی اسلامی بخونین، مثلا ما یک مال متقوم داریم یک مال غیر متقوم. شراب که از برای مسلمان مال غیر متقوم است، یعنی مسلمان نمیتونه که مالک چی باشه؟ شراب باشه. اما یک ذمی که در تحت دولت اسلامی زندگی میکنه او شراب بر از اون مال متقوم است، یعنی او میتونه مالکش باشه، متوجه هستی؟ یعنی میتونه تجارتشان بکنه، میتونه خرید و فروشش بکنه، میتونه کار بکنه، میتونه مثلا خودشان در بین خود تعامل داشته باشن، میتونه که مثلا در بین خود بشیرن و بنوشن. از این خاطر بر از اونا یعنی مال است. شما اید کتاب های فقهی موضوعات کلش حل شدن. پس در قسمت اهل ادیان ما کدام مشکل نداریم. مثلا برای من یک بت حملش یا مالک شدنش یا نگه داشتنش یا داخل ماندن برای من حرام است، اما برای یک انسانی که مثلا بت پرست است و همون مجسمه که داره او در بین معبدش هست دیگه، این حالا ما خود معبد از داخل نمیشیم، ما او رو غرض نمیگیریم، کتش کار نداریم. پس اون مثلا بوت خدا میاره در بین از چیز خود پاک میکنه، از خارج میاره، مثلا یک کس هست یک دونه مجسمه کلان خریده از هندستان آورده، چی میکنیم؟ میگه ولی من میخوام در معبد خود بانم. پس اسلام رو مخالفت نمیکنم، برای ازو بر ازو غرض ندارم، متوجه هستین؟ او بر ازو اهل دین است، بر ازو هست، برای خودش در معبدش به خاطر آزادی دینیش بر ازو برای خودش است. خب این حال یک نقطه. دوم نقطهش که است دوم نقطه سر مسائل چیز میان که در بین مسلمان ها میگن که گروه های مختلف است. اصلا ایجاد گروه های مختلف در اسلام ای توسط استعمار شدن. مثلا قادیانی ها را کی تأسیس کرد و اینا را رشد داد، یا بهایی ها را کی جور کرد و اینا را رشد داد، و یک تعداد مثلا انسان هایی که مثلا میخیزن مجله مثل افغانستان اکسپرس واره مقالات کفری نشته میکنن، اینا یا که هستن یا انسان های باقی هستن در نظام. پس اینا ضد قانون اسلام و ضد احکام اسلام و خودش به نام مسلمان یا کار کردن، از این خاطر بازی ها حکم خاص خود دارن. از این خاطر استعمار وقتی که در یک جای میره و خاطری که اینی مشکلات ایجاد بکنه و باز بگه که این اول اصلا در نظام اسلامی اینی قابل تطبیق نیست، یک تعداد مردم گمراه میسازه، یک تعداد مردم مثلا قادیانی میسازه، یک تعداد مردم شیطان پرست میسازه، یک تعداد مردم سیکولر میسازه، و باز اونا رو میگه بخیزین اینال شما بر علیه اسلام تبلیغات بکنین و گپ بزنین و ببینین که عکس العمل دولت اسلامی چی هست. باز بر مردم میگه که این اصلا این ای آزادی ها در بین از اینا نیست. در حقیقت این مردمایی که باز جزا داده میشن، جزای از مثل ازی هست که اینال شما بگوین که والا من امریکا میرم لکن ویزی امریکا را نمیگیرم، من امریکا میرم لکن در امریکا قوانین امریکا را تطبیق نمیکنم. از این خاطر امریکا وقتی که یک کس بگه که من در امریکا زندگی میکنم لکن قانون امریکا را سر خود تطبیق نمیکنم، او برش میگه که نه خیر سر تو باقی هستی، او را میبره محاکمه میکنم، بندی میکنم. از این خاطر از قانون اسلام که است ای تنها با گفتی از اونا ریلیجن نیست که تو فردی باشه، بلکه ای ریلیجن ان لا، هم دین است هم قانون است. با حساب گپ از اونا، اما با حساب اسلام که است، اسلام دین کامل است که او خودش یک شریعت است،
قانون است. پس این حال وقتی که یک نفر میخیزه به ضد اسلام در حکومت اسلامی شیطان پرست میشه و میخیزه اسلام دشنام میته، یا میخیزه سیکولر میشه یا اتیست میشه یا مثلا بیدین میشه و میخیزه یارانش میکنن، او به خاطر برآمدن از قانون او مجازات میشه و این مجازات ازی در تمام دنیا هست. یعنی تو نیست که ما مثلا بگیم که یک نفر در آلمان بره زندگی بکنه و بگیم از ضد قانون آلمان حرکت میکنه. امروزی که مثلا جنگ بین به خاطر یا بالای مسلمان ها حمله از به خاطر ادمی است که نظام سکولار قبول نداره و اینم جنگ هم بین خود بنان، اینم به نظر اونا یک نوع باغیگری است که مسلمان ها میکنه، این از نظام اونا سرکشی میکنه. من بخاطر از این با یامی جنگن. یعنی باقی کی است؟ باقی کسی است که از بیرون آمده یا باقی کسی است که داخل خواهد؟ صاحب خانه دوز است یا دوز؟ این حال اصطلاحات تغییر دادن. این حال باقی کی هستن؟ باقی او کسی است که در مقابل نظام خود خیسته بغاوت کرده. بله. اما کسی که خودش تجاوزگر است و آمده در کشور ما را باقی میگن؟ یعنی حداقل مثلا یک نفر میگم، یعنی از این که در نظام ما بازم ببینین که آسان‌تر و سهل‌تر است. خاطر اینکه ما در نظام بیرونی کسی را باقی نمیگیم که بر علیه نظام ما ایستاد میشه، ما در داخل اگر کسی بر علیه نظام ما میسته برای چی باقی می، ولی اینا برعکس از اینه، قوانین از اینا ظالم‌تر از تمام قوانین است. بخاطر از اینکه اینا در هم در یک کشور میرن و هم باز افراد اونجا را باقی میگن. خب به هر صورت ما گپ سر از این است که وقتی گفتگو یا مثلا نظام ما تشریح میشه و تفسیر میشه، میخواییم که به شکل بسیار آرام و علمی برای جان مقابل قناعت بدیم که برادر، وقتی که شما در یک کشور دیگه مداخله میکنین و اونجا میرین و کشور یا قواتایتان میره و بزور، پس شما یک متجاوز هستید. این متجاوزی که در این مملکت میای مثلا قدرت سیاسی رو بزور میگیره و با تیارهای خود و با 52 با سلاح و ترا بازی میخیزه، خود حق میدانه و کسی که در مقابل از این خیط استاد شده رو باقی فکر میکنه. این در هیچ نرم، در هیچ قانونی، نه در اسلام است، نه در دیگه ادیان است و نه در قوانین بشری هست. صاحب خانه هست و بیرونی بیرونی هست. مثلا من میایم در بین خانه شما داخل میشم و وقتی که شما در خانه خود از خانه خود دفاع کردین، باز من میایم تو باقی هستی. اینو هیچ کس قبول نمیکنه، حتی عقل انسان، فطرت انسان و شاید اینه حتی در قانون جنگل و حیوانات هم خانه مثلا گرگ علایده است، خانه پلنگ علایده است، خانه مثلا روبا علایده است، خانه کفتر علایده هست. از اون همیشه که روبا بره در خانه کفتر بیشن و بگه که خانه ما هست و کفترا را بگه شما باقی هستن. یعنی حتی این قانون در بین حیوانات و پرنده ها هم قابل تطبیق نیست، چی برسه که در بین مسلمان ها. به این خاطر ما میخواییم که بین امی که مثلا دلایل که اونا میگن، دلایل شما از دیدگاه اسلام به شکل علمی چی بتیم برشان جواب بتیم. برشان میگیم که او کس در نظام اسلام که هست مشکل ما با ادیان نداریم. لکم دینکم ولی دین. حتی ما نصوصی داریم که بر مسلمان میگه شما باید ادیان دیگر یا خداهای کسای دیگر شما دشنام نتین. ما حق نداریم که دشنام بتیم یا بدگویی بکنیم یا کسر چیزی بگویم. پس کل هدف در اسلام ای است که با پیروان ادیان ما کدام مشکل و اختلاف نداریم. مشکل امرای چی میشن؟ مشکلی که در نظام هایی که اونجا استعمار می اون نظام ها را ساختن، استعمار به خاطر استحکام خود و به خاطر قوت گرفتن خود بسیاری وقتا از اینمی ساختن بعضی از گروه ها و بعضی از مردم های باقی که مثل شیطان پرست، مثل قادیانی، مثل بهایی، مثل حرکت های اتیست ها یا مثلا بیدین ها یا مثلا کسایی که مرتد شدن از دین خود، از اینا رو ایجاد میکنن و باز توسط از اینا سر و صدا رو بالا میکنن که این اسلام بر از اینا حقشان رو نمیده. اینا در حقیقت این کسایی که در اینجا در این نظام اسلام که خودش میگه من مسلمان هستم و میخیزه خود العیاذ بالله خالق متعال یا پیغمبر دشنام میده و نام خدا مسلمان میگه، خب این در حقیقت این باغی است که ضد قانون اسلام چی کرده؟ حرکت کرده. پس او کسی که ضد قانون حرکت میکنه، مخالف با در تضاد با قانون قرار میگیره. ای از دیدگاه اسلام چی که گفتیم در تمام جهان او انسان مجرم شناخته میشه،
پس او مجرم است. یعنی مثلا اگر شما در لندن برین، ما در افغانستان سرک راست موتر می دویم، شما اگر مثلا در لندن برین و بگوین که من از افغانستان آمدم، من قانون لندن تطبیق نمی کنم، من موتر خود از دست راست چی می کنم، سرک های از اونا چپ هستن، پس اونا شما را ترافیک، شما را محاکمه می کنن و شما را حتی مو ویزیتر را باید قطع بکنن و بالاخره شما را از وطن خود می کشن و اگر کدام حادثه شده باشه شما را به زندان می پرتن، به خاطر از اینکه خودت مخالفت با چی کردی؟ با قانون ترافیک از اونا کردی. اینال وقتی که در لندن رفتی مجبور هستی مطابق قانون از او حرکت بکنی. اینال اگر مخالفت با قانونش میکنی، بازو تو گفتن نمیتونی شده که تو خوب بخیزی و بگی من در سرکه این صاحب مردم، من در لندن آمدم و مرا اینی مردم ها سر من ظلم کردن و بغاوت کردن و مرا آزادی مرا گرفتن. او بهت میگه نه خیلی برادر عزیز، آزادی حرکت کردن در چوکات قانون است. فهمیدین؟ پس وقتی که در چوکات قانون تو حرکت میکنی، آزادی استفاده میکنی، تو حق داری، اما از قانون مبرایی و آزادی ایره بیبندوباری میگه. اینال اکثرا بر مردمای جاهل این قسم نظر داده میشه که تو باید در یک کشور اسلامی به بیبندوباری های تو اجازه بدن. مثلا هیچ وقت در نظام اسلام برای یک زناکار اجازه نمیده که بخیزه داروی سرک زنا بکنه، به خاطر از اینکه زنا در قانون اسلام حرام است و زناکار یک جنایتکار است. اینال اگر اونا میخواین که مثلا بگن که نه نظام اسلامی هم باشه و در پالوی از این کلاب های دانس زنا هم باشه، بازی خوب با تکر با قانون آمد. پس وقتی قانون تو اجازه زناکاری را در وطن تو میته، قانون ما اجازه زنا را در وطن ما نمیته. و قانون تو باز کردن نایت کلاب در وطن تو اجازه میته، قانون ما باز کردن نایت کلاب در وطن ما اجازه نمیده. پس وقتی که قانون است، تو اینال قانون خود سر ما تحمیل نکو، مثل که ما قانون خود سر تو تحمیل نمیکنیم. اینال تو قانون خود سر ما می تحمیل میکنی و یک تعداد مردم اینا میگه که نه باید بخیزین اینی می کارو بکنین و بگین ما در روی سرک زنا میکنیم و ما را اجازه بدین و اگر نکردین مثلا این قابل تطبیق نیست، این غلط است، گپ نادرست است. پس از این خاطر قوانین اسلام که هست این شبهات سیکولاری رد میکنه و برشان میگه که شما متاسفانه اسلام به شکل کامل و درستش نفهمیدین و از این خاطر این چی میشه. و در طول تاریخ من خدمتتان عرض کردم که در طول تاریخ همیشه شما دیده باشین که مشکل مسلمان ها با ادیان دیگه نیست و آیت صریح قرآن است که لا اکراه فی الدین، در دین اکراه و جبر و زور نیست. پس مثلا ما حق نداریم که یک غیر مسلمان چی یهود باشه، چی نصرانی باشه، چی هندو باشه، به هر دینی که باشه او را ما به زور بیای مسلمان بسازیم. این مخالف با نص صریح قرآن ما هست که لا اکراه فی الدین قد تبین رشد من الغی. اینال وقتی که اینجا در دین کراهیت و اجبار نیست، از این خاطر هیچ وقت یک مسلمان غیر مسلمان به زور به دین سوق نمیده. اگر سوق بده خودش گناهکار است و مخالف از آیت عمل کرده. فقط در اسلام دعوت است. از این خاطر در تحت پوشش حکومت اسلامی و در زیر بیرق خلافت اسلامی هر انسان میتونه زندگی بکنه، هندو میتونه زندگی بکنه، سکه میتونه زندگی بکنه و یهود میتونه زندگی بکنه و نصرانی میتونه زندگی بکنه با تمام قوانین دینی خود، با تمام قوانین خود میتونه خودش در بین خانه خود، در فامیل خود، در چیز خود. مسائل اجتماعی است مثلا در جامعه اسلامی، بله برای غیر مسلمان اجازه داده نمیشه که مثلا بره برای او کاملا چی کنه، چون قانونی است، قانون. حتی شما اگر در بین تمدن ها مقایسه بکنین، مثلا تمدن غربی ها را اگر مثلا ده قرن پیش شون مجسمه هایشون را سر کنین، مجسمه های از اونا برهنه بودن، اما مجسمه هایی که در شرق گذاشته شده خود شرق، اما مجسمه های قدیمی شون ببینین که مجسمه هم لباس داشته، زنایشان لباس های بسیار کلان کلان داشتن و مردایشان. مثلا اگر شما یک فیلم قدیمی اروپایی را ببینین، یک فیلم قدیمی چینایی را ببینین، چینایی همیشه لباس بسیار منظم داشتن. مثلا بسیار از سریال های ایرانی چینایی قدیمی مثلا زندگیشان تمثیل میکنه، اونا برهنه نیستن، اما برعکس از او در غرب حتی عمو پیغمبرای خدا و حتی عمو اشخاص مقدس خدا اونا برهنه تصویرگیری کردن. پس اینال وقتی که قانون در این جهمی قسم که مثلا داشتن لباس عفت برای هر زن در یک مملکتی قانون باشه، پس از این خاطر او جز قانون میشه و او را مردم عمو قانون پذیرفتن. از این خاطر مثلا شما اگر میل
در افغانستان بین ببینن که مردمای سک مردای سکه ببینن که ریشای کلان کلان دارن و چای لونگی دارن و پیرن تنبان میپوشن و خانمایشون سعی کنن بسیار با عفت هستن، مثلا ولی که اوندو هست لکن خانمش با عفت است، مثلا لباس با سطر بجانش است، برعکس اوندوی که مثلا در امریکا زندگی میکنن، برعکس از او بیدینی که مثلا غیر مسلمانه که در امریکا و اروپا زندگی میکنن. تاثیر جامعه برخنگستن. هست بخواد تاثیر بودن. نه فرهنگ از این مملکت اینمی قسمت است، شرق همین قسمت است. من اگر اینمیل شما در موزیم افغانستان برید مجسمه های مثلا 4 قرن پیش 5 قرن پیش اینجا ببینید و شما برید در یک موزیمی که در فرانسه هست، این حال شما وقتی ما در یکی از موزیم ها که مربوط امپراتوری یونان میشد، من رفتم اونجا یک اما میدان سپورتی از اون استادیوم ورزشی از اون رو دیدم که اما تو مجسمه ها تو معاصرین بودن تو ما خنده میکردیم، اما تو مجسمه های برهنه اونجا از اون قدیم حفظ شده اونجا ماندگی هست و نشان میداد که اینی تمدن قدیم، اینی آثار رومانی ها رو برای ما نشان میداد، مثل آثار رومانی ها و یونانی ها و وینیاس سیل کنین. خب ما وقتی که اونجا رفتیم که یارو دیدیم که این مجسمه ها برهنه هستن و وقتی که در شرق میمک امی آثار قدیمی رو سیل میکنم که یا لباس دارن، پس اینال از نگاه فرهنگ هم این طرف مردم اما عفت و شان در لباس شان است، اونجا که از قانونشون در برهنگی است. این حال گپ سر از این است که وقتی که در یک کشور اسلامی یک غیر مسلمان هم زندگی میکنه با عفت زندگی میکنه، او در خانهش که شراب مینوشه، در خانه خود چه قسم زندگی میکنه کار شخصیش است، اما در بی بازار داخل از این. لکن از نگاه دینداری انسان غیر مسلمان همیشه در امی مناطق اسلامی وجود داشته و تا با حال هم اگر شما مثلا در سوریه برین همو کلیساهای چندین ساله از اونا تا با حال چی هست؟ حفظ است و او کسایی که مثلا در سوریه که برین در سوریه این قسم یک روز یک سنفی ما یک سوری آمد برای ما گفت وقتی که اسلام در سوریه آمده منطقه گفت که فتح همیشه گفت شما در شهر که داخل شوین از یک طرف شهر خالد ابن ولید حرکت کردن، از این طرف شهر ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه حرکت کردن، یا از اون طرف آمدن داخل شدن. متوجه هستین؟ خالد رضی الله عنه در مناطقی که با جهاد آمده داخل شده، بالاخره یادم وسط شهر با هم چی شدن؟ روبرو شدن. همین مناطقی که ابو عبیده رضی الله عنه فتح کرده، چون ای به اساس دعوت و تفاهم با امرا از اونها کرده، در این منطقه کاملا کل مردم خودشان مسلمان شدن، هیچ کلیسا نیست کلشان متراست. در این منطقه که خالد رضی الله عنه فتح کرده و متآمده و در اینجا رسیده، در این منطقه مردم ها بودن لکن کلیساهایشان هم باقی مانده، چون این کسایی که با ابو عبیده جرو بحث کردن اینا خودشان پذیرفتن اسلامه، و این کسایی دیگه که آمدن مثلا مخالفت میکردن، خالد رضی الله عنه به زور مثلا با قوات اینا مثلا منطقه را فتح کرده، لکن اینا که مسلمان نشده باز کلیساهایشان چی شده؟ باقی مانده و کلیسای از اونها را کس غرض نگرفته و برشان مسلمان ها اعلان میکردن وقتی که در یک منطقه میرفتن که برادر شما در دینتان، در مالتان، در زندگیتان، در کلتان کاملا آزاد هستید، کس شما را غرض نمیگیره. پس در طول تاریخ اینمی قسم بوده که در سرزمین مسلمان ها غیر مسلمان ها بسیار نرمال و خوب زندگی کردن. اما بیاین امیر مقایسه بکنین که آیا یک مسلمان در مثلا فرانسه که امروز خود سردمدار دموکراسی و آزادی میدانه، تا امروز هم در مقابل چادر و در مقابل حجاب اینا مشکلات خود دارن. و حتی یک کلیپ یک دخترک روسیه هست، اگر اجازه تان باشه این کلیپ دمی چیز پردن. السلام علیکم خواهر عزیز، لطفا قصه مسلمان شدن تان را به ما بیان کنید. علیکم سلام خواهر، نام من دیانا است، 18 ساله هستم، متعلم سال دوم پانتون نفت و گاز هستم. یک ماه قبل مسلمان شدم، حجاب پوشیدم. در پانتون همه مخالف من، پانتون دولتی که من در آن درس میخواندم، بزرگ مرا به دکتر روانشناسی معرفی کرد. در پیش دکتر که رفتم در کامپیوتر سوال های زیاد نوشته بود که من باید جواب میدادم. دکتر به من گفت سوال ها را به آواز بلند بخوان و به آواز بلند جواب بده. این همه در کامپیوتر ثبت میشد. باز از من پرسید که برای اسلام چی فکر میکنی؟ باز پرسید چی خوشت نمیاد در اسلام؟ باز پرسید چرا مسلمان شدی و کی تو را دعوت کرد؟ باز پرسید وقتی که فوت میکنی آیا شهید میشوی یا نه؟ اگر یک آدم ریشدار پیشت
میایه و میگه که در قرآن نوشته است که هر جای یهود و نصارا را که یافتی بکش و یا خود را انفجار بده. آیا این کار میکنی؟ من جواب دادم که همچنین چیز در قرآن نامده که انسان بیگناه را قتل کنید. باز هم از من پرسید در برای مردم چچنی ها و در برای فدایی چی نظر داری؟ باز هم دکتر سوال کرد در برای ایمان که ایمان چی است؟ و بس هم گفت که با ما ثابت کن که قرآن کتاب حق است یا نه. معلم های در پانتون گفت که اگر ایجاب را دور کنی ما برای دیپلم به درجه عالی می دهیم. رئیس پانتون برایم اختر داد که اگر با ایجاب بیایم و کسی دیگر همچنین کار بکند از پانتون اخراج میکنمش. من را مستقیم گفتن روز دوشنبه با قلعه سابقه یعنی قلعه بیجاب اگر چونین نکردم با من نمره کم و در کار عملی اجازه اشتراک را نمیدن. تمام صنفی هایم تشویق میکردن تا من مسلمان بانم و بعضی از معلم های پانتون ما مرا تشویق میکردن با مسلمان ماندنم و میگفتن که آفرین در این وقت خراب چونین کارای خوب میکنی. بعد از مدت رئیس پوانتون فامیل مرا خواست و پرسید چرا دخترت مسلمان شده و چرا دخترت حجاب میپوشد و گفت اگر دخترت این کارها را بکند یعنی از اسلام بر نگردد در آینده بعد از فراغت هیچ اجازه ای کار برایش در روسیه نمیدیم. جالب است و گفت اگر حجاب خود را ترک کند از جانب رئیس جمهور برایش ماهانه 40,000 روبل پرداخته می شود. قبلا که من بسیار خوب و عالی درس می خواندم و در مسابقات کیمیا و فیزیک در و دیگر مضامین سپورتی بهترین شاگرد بودم برای من چنین پول و انعامات قائل نبودند. اینا لینا شما این کلیپ ها دیدن که در بین از این کلیپ شما متوجه شدن که این دخترک که جرا بحث میکرد وقتی که مسلمان میشه حتی خطاب دیوانه و اعصاب خراب و مشون چطور چنان یه پا رو برش میتن و به می اندازه که مثلا اونا ادعا میکنن که یعنی آزادی که در اونجا هست یعنی آزادی در حقیقت به اون شکل که اونا ادعا میکنن به اون شکل هم نیست. حتی همون کسایی که پیروای اسلام هستن و پیروی دین هستن اونا به اون دینش هم اجازه نمیتن و اونا را نمیگذارن با وجودی که خود از اینا میگن که در قانون ما همیه در قانون ما آزادی هست یعنی هر کس میتونه حتی در دین خود آزاد باشه و به می قسم اون خبرایی که ما شما از فرانسه و از دیگه دیدیم و این دخترکی که مثلا در روسیه هست و ببینیش که در مقابل چی تهدیدات یا در مقابل چی چیزایی که پیسه میتیمه تو توی حجابت بکش یعنی اینا به اندازه ضعیف هستن که حتی اونم یک چادر یک دختر مسلمان هم بر از اینا قابل تحمل نیست. به این خاطر اکثرا کسایی که از اونا وقتی که تبصره میکنن اکثرا بیشتر که خدمت آنرس کردن که سیاستشون به اساس دروغ و فریب است و دروغ و فریب اینمی هست که کل گپ شانسر چی هست که والا ما آزادی میتیم آزادی نمیتن و برعکس از اومه که حکومت اسلامی همه در حکومت اسلامی برعکس ما هیچ وقتی برای یک غیر مسلمان تو گفته نمیشه که تو لباس خاص خدا نپوش یا مثلا تو اون دو نمیتونی که در درم سالت بری یا مثلا تو سک برو لونگی سکتا اوسو بکو یا مثلا تو سک برو ریشتا کل بکو یا تو زن که مسلمان نیستی تو مثلا نمو چادره که با مشکل که اونا پوشیدن سر از او اعتراض شد. یعنی در حقیقت نبوده و به می خاطر بوده که در طول تاریخ همیشه مسلمان ها آزادی دین برای پیروان ادیان مختلف مطابق نصوص قرآن و سنت ایر تطبیق کردن و تا روز قیامت قانون الله تغییر نمیکنه و امی آزادی ها برای پیروان ادیان مختلف در تحت پوشش نظام اسلامی داده میشه ان شاء الله تعالی. امید روزی که قانون الله در سراسر دنیا حاکم باشه. موضوعی که در این برنامه مورد بحث قرار گرفت همان رد شبهه دومی بود که استعمارگرا جهت تخریب
اذهان مسلمان ها باوجود آورده بودند که همان گفتاری بود که در بین جوامع ادیان متفاوت و گروه های متفاوت وجود داره که ادیان و این گروه ها هم اکثریت شد و این گروه ها را اکثریت شد خود غرب و استعمارگرا ساخته بودند و این نمونه و الگو به خاطر ازی قرار داده بودند که مسلمان ها حقوق اینا را پایمال میکنند. بنابراین گفته بودند که یک نظامی که باوجود میه این نظام باید یک نظامی فراگیر و غیر دینی باشه تا حفظ و تا حقوق ادیان در این محفوظ باشه، ولی در اسلام چنین نیست. تمام ادیان و تمام مردمایی که به ادیان دیگر است اجازه اجرای عبادات و انجام عبادت خود را در زیر قانون اسلامی دارن و تجارت اموالی که برای اونا جرم نیست او را میتونن انجام بدن. این بود 17 برنامه از سلسله برنامه های سیاست اسلامی. تا برنامه بعدی والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسر درود قرطبي مسلما بيات الكشغر أو برغاني مسلما زوج دا تكبير أو دا أعزاق دي سشو هاو فاروني زارين دوران دي سشو. لسر درود قرطبي مسلما بيات الكشغر أو برغاني مسلما زوج دا تكبير أو دا أعزاق دي سشو هاو فاروني زارين دوران ران دې سشو. هاغه صدیق صدیق یاران یادوم، هاغه خالد خالد غازیان یادوم، چې د تیارو سټای و استلا، هاغه دل مر پولا روان یادوم، چې پارس او رومی پوڅ پوکی یولل، ډیر تور تمونه سپی دوکی یولل. هاغا بهیر هاغا کاروان دیس شو ها پرونی زرین دوران دیس شو. لسر درود قرطبی مسلمان بیاتر کاشغر او پرغانی مسلمان زوگ دا تکبیر او دا آزان دیس شو ها پرونی زرین دوران دیس شو. یا تاریخی اندلو ساتا توایم دنیل وادی او افریقا توایم در زخاب العمر مختار غالما دا تراب لوش دزلد رزا توایم در نه تاریخ در نه موسا غالما ابن تشبین در زخابیا غالما ها اموی عبدالرحمن.